سرخط مهمترین خبرها. ترافیک سنگین دیپلماتیک طی دو روز گذشته در کابل. معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل خواهان گسترش روابط میان دو کشور شد. بهرنی چارو وزیر قزاقستانی پلاوی ته له هرکلی وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي همکاري مخ پر پراخېدو دي. متقي صاحب وویل افغانستان لیواله دی چې له قزاقستان سره تجارتي راکړه ورکړه پراخه کړي. و نگرانی های فزاینده از آمار بلند کودکان مبتلا به سوی تغذیه در ولایت غزنی. در سال گذشته 78,000 کودک در این ولایت به سوی تغذیه مبتلا شدند. په تیر کال کې موږ تقریبا 8,600 مریضان رجستر درلودو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل با شماری از مقام های ارشد حکومت دیدار کرد. او در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه روابط میان دو کشور را در حال توسعه خواند و تاکید کرد که صادرات قزاقستان به افغانستان نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و قرار است در جریان سفر 3 روزه‌اش به کابل نمایشگاه مشترک تجاری افغان قزاق را افتتاح کند. امیرخان متقی نیز گفته افغانستان علاقمند افزایش داد و ستد جاری با قزاقستان است و برای گسترش روابط میان دو کشور نیاز است تا پروازهای مستقیم میان کابل و آستانه آغاز شود. معاون نخست وزیر قزاقستان همچنان در دیدار با ملا برادر معاون اقتصادی نخست وزیر بر گسترش روابط در زمینه‌های مختلف صحبت و از پیشرفت پروژه افغان ترانس استقبال کردند. د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره په کار ده چې د کابل او استانې ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. د قزاقستان د لومړي وزیر مستیال په خپلوار افغانستان سره د خپل هیواد اړیکې مخ پر پراخېدو وګڼلې او زیاته یې کړه چې د افغانستان صادرات قزاقستان ته نږدې 3 برابره زیات شوي دي. ښاغلي سریک ژومنګرین وویل چې په دې سفر کې تخنیکي پلاوی ملتیا کوي او په افغانستان کې به د ریل پټلۍ، کانونو او مشترکو کمپنیو په برخه کې د پانګونې په اړه مفصلې تخنیکي خبرې وکړي. همداراز ښاغلي ژومنګرین هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري وتوانېږي د کابل استانې ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل کړي. اداره ملی حفاظت محیط زیست با ابراز نگرانی از پیامدهای ویرانگر تغییر اقلیم از سازمانهای بین‌المللی خواست همکاری مالی و تکنیکی خود را در امر مبارزه با این پدیده جهانی با افغانستان ادامه دهد. معاون این اداره از سازمان ملل خواست برای شرکت در 29مین نشست تغییر اقلیم این سازمان از نماینده حکومت دعوت کند تا نگرانی‌ها و آسیب‌پذیری‌های افغانستان را با جهان شریک سازد. محمد اسلام بهنوش گزارش می‌دهد. این تصاویر از نشست 3 روزه پیرامون تغییر اقلیم و آسیب پذیری افغانستان. نشست مشورتی که هدف آن رساندن آسیب پذیری افغانستان از تغییرات اقلیمی به گوش جهانیان گفته شده. داخلی بدلون ننگون و خطرون ترسیدگی. اینجا هم معاون اداره ملی حفاظت محیط زیست گفت خوشسالی و تغییرات اقلیم مردم افغانستان را زیانمند کرده. به گفته او حکومت در مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی با سازمان ملل همکار است و از این نهاد خواست کار 32 پروژه مرتبط با تغییرات اقلیمی تعلیق شده را از سر بگیرد. خواست دیگر او از سازمان ملل دعوت نماینده حکومت در 29مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان و نشست های منطقه است. پس میز اونریوال کچه چپرلی غوندو و کنفرانسونو خصوصا د ملل متحد د اقلیمی بدلون کمیسیون په ټولو غونډو کې د افغانستان ګډون یقیني کړل سي. موږ هیله لرو د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس قاب نویش ټاکل سوی سش کال په اذربایجان کې دایر شي، افغانستان ته دې رسما دعوت ورکړل شي. تأکید به این شد که آیت افغانستان باید در این نشست اشتراک کنه، آسیب پذیری افغانستان را انعکاس بده، نیازمندی های افغانستان در قسمت سازگاری و کاهش انتشار به سهم جامعه جهانی برسانه. از سوی هم رئیس کمیته ناروی برای افغانستان میگوید مبارزه در برابر تغییر اقلیم کار یک نهاد و حکومت نیست و همکاری نهادهای بین المللی را میطلبد که باید همه طرف ها مسئولانه وظیفه ایشان را در این راستا انجام دهند. Donors, UN agencies. تاریا واتردال از جامعه جهانی خواست مسئله تغییر اقلیم را سیاسی نسازد و کمکهایش را به افغانستان ادامه دهد. وقتی ما از اقدامات جمعی صحبت می کنیم،
عملکرد مردم و حکومت افغانستان در راستای مبارزه با تغییرات اقلیم کافی نیست. جامعه بین المللی باید افغانستان را در تلاش‌هایش از طریق حمایت کنندگان بین المللی، نمایندگی‌های سازمان ملل و نهادهای ملی و بین المللی حمایت کنند. به گفته او افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی و چهارمین کشور آسیب پذیر از رویدادهای طبیعی است. بر اساس آمارهای تازه اداره ملی حفاظت محیط زیست، در پی بارندگی ها و سیلاب های اخیر 111 نفر جان باخته و 71 تن دیگر هم زخمی شدند. بیش از 2700 منزل مسکونی و 97000 جریب زمین در کشور تخریب شده است. اگر این کار صورت نگیره، در آینده این حوادث و پیامدهای تغییر اقلیم تشدید پیدا میکنه. ما شاهد تاثیرات و خسارات هنگفت مالی هم از اثر خشکسالی، از اثر برفباری ها و بارندگی های به موقع، سیلاب ها، برفگوچ ها و سایر پدیده هایی که با تغییر اقلیم وابسته هستند شاهدش خواهد بودیم. با این حال کارشناسان به این باورند اگر کار پروژه های تعلیق شده سر گرفته نشود و در مبارزه با تغییرات اقلیمی با افغانستان کمک صورت نگیرد، دامنه آسیب پذیری و زیانمندی مردم بیشتر خواهد شد. این در حال است که سازمان ملل هم به تازگی اعلام کرده که در افغانستان بیشترین آسیب را از رویدادهای طبیعی زنان می‌بینند. همایش دانشجویی با عنوان غزه هنوز زنده است از سوی دانشجویان بین‌المللی دانشگاه الزهرای تهران برگزار شد. در این همایش شماره از سفیران کشورهای مختلف، نمایندگان جنبش‌های مقاومت منطقه و اساتید دانشگاه حضور داشتند. شرکت کنندگان در این همایش بر همبستگی کشورهای اسلامی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید کردند. همکارم ارشاد احراری از تهران گزارش می‌دهد. غزه هنوز زنده است. این عنوان یک همایش بین المللی در حمایت از مردم غزه بود که در تهران برگزار شد. فعال کردن دیپلماسی زنان در حوزه مقاومت، پاسداشت مقام انسانیت، همدردی با مردم مظلوم و مقتدر غزه، یادواره کودکان شهید در غزه و تدبین ابعاد گوناگون عملیات وعده صادق سپاه پاسداران ایران از محورهای طرح شده در این همایش بود. سخنران در این مراسم مردم مقاوم غزه را پیروز این جنگ 200 روزه دانستند و بر محکومیت جنایات رژیم اشغالگر تاکید کردند. خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران نیز طی سخنرانی ضمن تقدیر از حمایت و همدلی امت اسلامی شرایط مردم غزه را برای مذاکره تشریح کرد. خروج نیروهای غاصب از غزه، باز کردن دائمی گذرگاه رفح و ورود امداد بشردوستانه به غزه و وسایل زیربنا و تعمیر غزه و مسئله چهارم بریم سراغ حل سیاسی. این شرایط نمایندگان کشورهای مختلف نیز ضمن انزجار از جنایات رژیم اشغالگر از مردم جهان خواستند تا این اعمال را محکوم کنند. این یک جنگ است. بیشتر از یک جنگ، در واقع جنایت جنگی است. رژیم اسرائیل چنین کشتار را علیه مردم مظلوم فلسطین به راه انداخته. کاری که حالا می توانیم انجام دهیم این است که تمام مردم جهان باید این کشتار را محکوم کنند. اساتید دانشگاه نیز همبستگی کشورهای اسلامی در جهت حمایت از مردم فلسطین و غزه را خواستار شدند. کسی که شب را به صبح برسونه و نسبت به دیگر مسلمانان حساسیت نداشته باشه مسلمان نیست. دین یعنی همبستگی اسلامی، یعنی همبستگی امت. به طور طبیعی این انتظار از جوامع اسلامی خصوصا دولت‌های اسلامی اینه که به حمایت از این برادران مسلمان خودشون برخیزند. حاضرین در این همایش تومار همدردی با مردم مظلوم غزه را با درج دل نوشته های کوتاه امضا کردند. ارشاد احراری، تلویزیون تمدن، تهران. ریاست صحت عامه ولایت غزنی از افزایش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان این اداره می‌گویند در سال گذشته حدود 78000 کودک به سوء تغذیه مصاب شدند که از این میان 3% آنان جان باخته، بیش از 87000 تن
بهبود یافته و متباقی تحت مراقبت های صحی قرار دارند. همزمان با این یک مؤسسه بین‌المللی با تازگی با هزینه بیش از 2 میلیون افغانی برای مرکز درمان کودکان سوی تغذیه شفاخانه ولایت غزنی تجهیزات طبی فراهم کرده است. نگرانی ها از آمار بلند کودکان ابتلا به سوی تغذیه در شهر و مناطق دوردست ولایت غزنی. چنانچه مسئولان ریاست صحت این ولایت میگویند در سال گذشته دست کم 78 هزار کودک به این بیماری مبتلا شدند. به تیر کال که موج تقریبا 9500 مریضان رجستر درلودو او یو شپته زره درسوم شپایاب درلودو سمتاسفانه پاغه کی دریپ صد مرگ جوبلم درلودن. فقر و ناداری، پایین بودن سطح آگاهی مردم در موارد مسائل صحی و مهمتر از همه نبود غذای کافی در زمان بارداری برای مادران از عواملند که خطر ابتلای کودکان به این بیماری را افزایش می‌دهد. آگاهان صحی نیز تأکید می‌کنند فقر اقتصادی و جیب خالی خانواده‌ها نقش پررنگ را در افزایش گراف سوی تغذیه دارد. یکی از دلایلی اساسی که در مبتلا شدن به سوی تغذیه نقش خود داره رژیم غذایی ضعیف است. در رژیم غذایی ضعیف میشه گفت که یکی کمبود مواد غذایی است، یعنی مواد غذایی آنگونه که لازم است برای افراد باید برسه نمیرسه، و در کنارش قیمت بالای مواد غذایی است که در بسیاری از موارد فامیل ها و خانواده ها به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی نمیتونن غذای کافی برای فرزندانشان مهیا بسازن. نبود امکانات و تجهیزات طبی برای درمان و مراقبت از اطفال سوی تغذیه از چالش های جدی صد راه مراقبت اطفال سوی تغذیه در شفاخانه ولایت غزنی است. به تازگی اما مؤسسه بین المللی پومی به ارزش بیش از 2 میلیون افغانی تجهیزات و امکانات برای این بخش اختصاص داده. ډیر خوشاله یو چې یو نوی بخش د سوی تغذیه، البته چې مخکې مو هم درلودو خو متاسفانه چې بستر خونې په دې کې د چپکټو نزد کمه وه، اوس خوشبختانه دا به زیاته سي تر څو وکړو چې خپلو وطنوالو ته چې زیاتره غزنی ولایتي روغتون ته چې راځي خدمات ورته ترسره سي. با این همه یکی از راهکارهای مهم برای جلوگیری ابتلا به سوی تغذیه استفاده از شیر مادر است که بسیار از خانواده ها به این مهم توجه نمی کنند. مهمه که دکتران بر رعایت آن تاکید ویژه دارند. سیمینار آموزشی تحت عنوان نقش مهارت خودآگاهی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. هدف از راه اندازی این سیمینار توانمندسازی دانشجویان در حوزه های تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی گفته شده. در این برنامه با اشاره به اهمیت مشوره‌دهی و مشوره‌گیری در دین مبین اسلام گفته شد شناخت دقیق از شخصیت خیش سبب مقابله با مشکلات و جلوگیری از اشتباهات در تمام مسائل مهم زندگی شده و نقش مهم بر سازگاری تحصیلی دارد. سمینار تحت عنوان نقش مهارت خودآگاهی و مشوره‌گیری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان اینجا در دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم در کابل. توانمندسازی دانشجویان در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه‌های تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی از اهداف اصلی این سمینار است. در اینجا هم گفته شد خودآگاهی و شناخت دقیق از خود می‌تواند سبب انتخاب‌های درست در زندگی گردد. در اصل ما می‌خواهیم توانمندسازی دانشجویان را با مهارت‌های زندگی و پیشرفت تحصیلی بیشتر بکنیم و هدف خاصی که این سمینار داره در رابطه با مفهوم خودآگاهی می‌خواهیم با شما عزیزان مطالب رو در میان بگذاریم و این که نقش خودآگاهی در پیشرفت تحصیلی چی است. این دو نکته ای که جز اهداف اساسیه که ما خدمت شما تقدیم می‌کنیم. شماری هم با اشاره به اهمیت مشاوره در دین مبین اسلام، مشاوره و کمک گرفتن از تجارب دیگران را یکی از موضوعات مهم و روش‌های مبارزه با بحران‌ها دانسته و گفتند
قرآن کریم یکی از ویژگی های انسان مؤمن و هوشمند را توجه به مشوره دهی، مشوره گیری و خود آگاهی دانسته است. قرآن کریم یکی از ویژگی های انسان مؤمن و هوشمند و زیرک را بحث مشاوره دانسته است. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم. در واقع خودشناسی و معرفت نفس ریشه و اصل و بنیاد تمام شناخت های دیگر انسان است. آنقدر مسئله خودشناسی و معرفت نفس اهمیت دارد که عامل در واقع تمام کامیابی ها و موفقیت های یک انسان را به اصطلاح تشکیل میده. همزمان دانشجویان برگزاری چنین برنامه ها را برای رشد علمی و زندگی اجتماعیشان مفید دانسته و خواستار تداوم چنین برنامه ها برای همه افراد جامعه هستند. این سمینار یک سمینار خیلی هم عالی، خیلی هم ذهنیت سازی، خیلی هم اعتماد به نفس. هر کسی به این سمینار اشتراک کردن از این سمینار خوب استفاده بکنم، من مطمئن هستم که در آینده یک فرد خوب، یک فرد آگاهی، یک فرد مثبت، یک فردی باشه که از خود تعریف به مردم داشته باشه. از استادات تقاضا میکنیم که در پلی از این سمینارها همیشه کوشش کنند که ایجاد انگیزه بر شاگردا کنند، چون در شرایط فعلی افغانستان اکثریت جوانای ما انگیزه ندارن، هدف ندارن. با این حال در این برنامه تاکید شد که موفقیت حاصل شناخت توانایی ها، افکار، رفتار و احساسات هر فرد توسط خودش است که باید به آن توجه جدی شود. همزمان با هفته جهانی کتاب، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان نمایشگاه یک روزه کتاب را در ولسوالی دوشی این ولایت برگزار کرد. هدف از راه اندازی این نمایشگاه ترویج فرهنگ مطالعه و رشد فکری جوانان گفته شده. بازدید کنندگان با استقبال از راه اندازی این نمایشگاه از جوانان خواستند برای رهایی از جهل و تاریکی به مطالعه رو بیاورند. راه اندازی نمایشگاه یک روزه کتاب اینجا در لیسه حضرت علی علیه السلام در ولسوالی دوشی ولایت بغلان. نمایشگاهی که هدف آن ترویج فرهنگ مطالعه و رشد فکری جوانان گفته شده است. در این نمایشگاه دست کم 3000 جلد کتاب با عناوین مختلف در معرض دید عموم قرار گرفته و با استقبال گرم جوانان روبرو شده. ظرفیت ما را بالا میبره و مطالعه که هست میتونه تجربات دانشمندان ما یاد بگیره. بازدید کنندگان این نمایشگاه با اشاره به ارزش و مزایای مطالعه از جوانان میخواهند برای رهایی از جهل و تاریکی و رسیدن به رشد فکری به مطالعه کتاب رو آورند. ما باید همیشه مطالعه داشته باشیم، به خاطر آگاهی ما بلند میرود و جهل و نادانی ما را بیرون میکند. مطالعه انسانی که مطالعه داشته باشد و کسی که مطالعه نداشته باشد سطح آگاهیش بالاست. اگر یک جوان میخواهد که آینده ساز باشد در وطن خود، در کشور خود و در جامعه خود، باید مطالعه بکند. زیرا قسمی که ما میتونیم ببینیم دانشمندای بزرگ، علما، تمام کسایی که به یک جای رسیده از برکت همین مطالعه میباشد. و همین مطالعه یک کلید یا رمز موفقیتی است که میتونه ما را از این جهل و تاریکی نجات بده. مقام های محلی ولایت بغلان نیز گفته راه اندازی چنین برنامه ها تنها در مرکز این ولایت خلاصه نمی شود، بلکه می خواهند برنامه های مشابه را در مناطق دوردست و روستاها گسترش دهند. سبب دو سیمونگ نگوارو چی مثال تارگیت یا یو مرکز دی آقا دی تارگیت وگرزی گی سی دایم دی مال تا برنامه نیول کی گی و دایم دی مال تا خلق تشویق پا مطالعه بندی کی گی، بلکه منگ غالو سی داغ برنامه طول اولو سالو تا و طول کلو تا بس ورسو. در اینجا همچنان گفته شد که مطالعه کتاب در افزایش دانش و اطلاعات، بهبود حافظه و تمرکز، کاهش میزان افسردگی و ایجاد انگیزه در میان جوانان نقش بسزایی دارد. در جریان یک ماه گذشته نزدیک به 2000 گردشگر داخلی و بیش از 50 گردشگر خارجی از اماکن تاریخی و تفریحی ولایت سمنگان دیدن کردند. ریاست اطلاعات و فرهنگ سمنگان با اعلام این آمار گفته این رقم همچنان در حال افزایش است. با این حال فعالان فرهنگی ولایت سمنگان و گردشگران خواهان بازسازی مکانهای تاریخی و بازسانی این ولایت هستند.
جلوه ای از طبیعت بکر و زیبای سمنگان، ولایتی که با داشتن اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی سالانه پای هزاران گردشگر را به سمت خود می کشاند. ما حمل 51 نفر خارجی داریم و 1950 نفر هم داخلی داریم سیاحین. این هم تخت رستم که قدامت آن به بیش از 2500 سال قبل برمی گردد و یک از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی است. خواست اصلی گردشگران اما مرمت با سازی و حفاظت از مکانهای تاریخی و باستانی این ولایت است. دولت در قسمت توجه بکنه، نه تنها توجه بکنه که بازسازی کنه، نوسازی بکنه. در اینجا میشه که جای تفریحی را خوب رشد بده. از یک طرف منبع خوبی برای دولت هم شده میتونه. به طور مثال ما اینجا اگر وسایل تفریحی داشته باشیم میتونه که بیشتر مردم به یک منبع خوبی در دولت هم هست. دولت تقاضا میکنیم جای بازسازی کنه، اینجا را با درشید و چیزا بزنه، سرسبز شه. دیگر جای تفریح است، مردم بیاین اینجا تفریح کنه، بگرده، مردم خوشحال میشه دیگه. آن طرف ریاست اطلاعات فرهنگ سمنگان میگوید برای رشد صنعت گردشگری با سازی و حفاظت از مکانهای تاریخی و باستانی این ولایت برنامه های روی دست دارد. تاریخی و باستانی جویو حق از اوی نشی اقا به تخریب دو سناس سمرا وست طاقت چیز منگ رسیده الحمدلله لبرال وزارت سرم بار بار شریک کردی دیگویم اقا ترمیمات هم کردی او پاینده کیم انشالله پلان استاده. گردشگرانی که خارج از ولایت خواهانی هستند که در این فصل بهار در ولایت سمنگان سفر بکنند، برایشان وعده و اطمینان میدهیم که الحمدلله امنیت در تمام نقاط ولایت سمنگان تأمین است. آنها میتوانند بدون کلام تشویش سفر بکنند. تخت رستم، تخت ظاهرشاه، باغ جهان نما و ده ها مکان تاریخی و تفریحی دیگر از زیبایی ها و جاذبه های ولایت سمنگان است که سالانه پای هزاران گردشگر خارجی و داخلی را به این ولایت می کشاند. صنعت زنبورداری طی سالهای اخیر در ولایت بامیان رشد قابل ملاحظه ای داشته است. ریاست زراعت بامیان می گوید بیش از 300 صندوق نگهداری و پرورش زنبور عسل را در اختیار کشاورزان قرار داده و در تلاش است این رقم را افزایش دهد. در همین حال زنبورداران بامیانی خواهان فراهمسازی زمینه پروسس معیاری عسل این ولایت هستند. رشد صنعت زنبورداری در ولایت بامیان و رو آوردن کشاورزان به پرورش زنبور عسل. ذبیح الله یک تن از کشاورزان بامیانی است که از 2 سال به این سو به صنعت زنبورداری رو آورده است. او میگوید با سرمایه ابتدایی 10,000 افغانی 2 صندوق زنبور عسل خریداری کرد و حالا این رقم به 9 صندوق رسیده و سالانه از هر صندوق تا 18 کیلوگرم عسل به دست می آورد. ما در یک سال از هر صندوق زنبور که نفوسش خوب باشه، فعال باشه، ملکش جوان باشه، ما تا 18 کیلو 17 کیلو عسل از هر صندوق زنبور ما گرفتیم. آن طرف در بازار بامیان یکی از فروشندگان عسل میگوید سالانه تا 3000 کیلوگرم عسل از یک فرم کوچک زنبورداری تولید میکند و هر کیلوی آن را 700 تا 1000 افغانی به فروش میرساند. از 200 یا 250 صندوق زنبور احتمالاً یک 2000 کیلو یا 3000 کیلو عسل دریافت میکنیم. ریاست زراعت بامیان نیز از توزیع دست کم 340 صندوق نگهداری و پرورش زنبور عسل برای کشاورزان این ولایت خبر داده و از تلاش ها جهت ترویج بیشتر این صنعت در میان کشاورزان خبر میدهد. در قسمت زنبورداری 340 صندوق در دسترس دهقان و دسترس هموطنان ما شما در ولایت بامیان قرار گرفته که عملا فعلا در ولسوالی یک اولنگ نمبر یک، در مرکز، در کهمک و انشاءالله باز هم تصمیم داریم که از این زیادتر و بیشتر در قسمت زنبورداری ما کار بکنیم. با این همه زنبورداران بامیانی خواهان ایجاد یک آزمایشگاه مجهز در زمینه پروسس معیاری عسل در این ولایت هستند. توجه نمایید به پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل ابری با احتمال بارندگی 19.9، بامیان نیمه ابری 14.4، جلال آباد نیمه ابری 30.18،
غزنی نیمبری 18.7، قندهار نیمبری 29.15. کندوز نیمبری 31.17، لشکرگان نیمبری 30.16، مزار شریف نیمبری 30.18، نیلی بارانی 16.8، هرات بارانی 20.12. اسلام آباد آفتابی 33.20، تهران آفتابی 24.14، دبی آفتابی 31.24، دهلی آفتابی 39.25 و سرانجام مکه آفتابی 40.27. در اخیر نگاهی دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ترافیک سنگین دیپلماتیک طی دو روز گذشته در کابل. معاون نخست وزیر قزاقستان در سفر به کابل خواهان گسترش روابط میان دو کشور شد. بهرنی چارو وزیر قزاقستانی پلاوی ته له هرکلی وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي همکاري مخ پر پراخېدو دي. متقی صاحب وویل افغانستان لیواله دی چې له قزاقستان سره تجارتي راکړه ورکړه پراخه کړي. انتقادهای گسترده به حمایت همه‌جانبه آمریکا از جنایات رژیم اسرائیل در غزه. عفو بین‌الملل می‌گوید حمایت آمریکا نظم بین‌المللی را در آستانه فروپاشی قرار داده. از اسرائیل در مجامع بین‌المللی از سوی آمریکا محافظت و حمایت می‌شود. و نگرانی های فزاینده از آمار بلند کودکان مبتلا به سوی تغذیه در ولایت غزنی. در سال گذشته 78,000 کودک در این ولایت به سوی تغذیه مبتلا شدند. په تیر کال کې موږ تقریبا 8,600 مریضان رجستر درلودو. به پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. بخیر شب خوش. خدا نگهدار.